از سرزمین شمالی سال 95 تو روزهای تعطیلات سال نو جمع‌آوری زباله‌ها تعطیل شد. بوتارو بازم تصمیم گرفت به دیدنمون نیاد. پدرم همه روزها رو تو حموم روباز می‌گذروند. بوتارو هم یه کار تبریک ساده برام فرستاد. انگار پدرم هم یکی داره. امسال میخوام با فروش گله خودم رو بهتر کنم. راست میگی؟ آره، پدرم دیگه سنی ازش گذشته، باید بیشتر زحمت بکشم. تو هم همینطور جون ها؟ دیگه بزرگ شدی، باید به فکر آیندت باشی. پدرتو مجبور کن بیاد شهر. باش. راستی شنیدم میخوای بری قاطیه مرغا؟ چیزه سبب برم بیا تو با مرغا بزنی نامزد تو به من معرفی کن ناسلامتی من این داداشو بزرگتم. باشه. اصلا به ازدواج فکر کردی؟ هنوز خیلی زوده. واسه اینجور چیزا هیچ وقت زود نیست. تا چشم هم بزنی 40 سالت شده ها؟ نگران گذشته نباش. زودتر یه تکونی به خودت بده و زندگی رو شروع کن. باشه رفی؟ باشه. باشه؟ شروع می‌کنی؟ سوتا! ها، اومدم. حرفی که سوتا زد یکم رفت رو مخم. نگران گذشته نباش. منظورش گذشته کی بود؟ تو زمستون شوکیچی روزگار سختی داشت، اونم از وقتی که برف روبی رو شروع کرده بود، به خصوص تو این آب و هوا. هر وقت برف سنگینی میاد اون تا آخر شب کار میکنه. شوکیچی یادت میاد حرفمون تا کجا قطع شد؟ درباره چی؟ درباره هیروسکه. یه حرفایی راجع به شو میزد. یادت نمیاد؟ چیز مهمی نبود. آخه چی شده بوده؟ یادم رفته. جوابی که بهم داد منو بد جوری کنجکاو کرد. جان سلام. برگشتی سر کار؟ من دارم میرم پاچینکو. شماها طاقت بیاری. خب ببخشید هیروسکه. چیزه، میخوام ازت یه چیزی بپرسم رفیق. امشب بیکاری؟ آره، بعدش بر میگرده. باشه، میبینمت. ببخشید به هم بگو قضیه چیه؟ درباره همون دختری که دارم باهاش ازدواج میکنم. مگه شوکیجی بهت نگفته؟ نه، اون هیچی به هم نمیگه. حالا به هم بگو. پس یه چیزی داره اذیتت میکنه. میدونستم که تا ابد نمیتونه مخفیش کنه. همینجا وایسا. دست خودم نبود، حس بدی داشتم. یعنی قراره چه موضوعی رو بفهمم؟ یعنی واقعا لازمه بدونم؟ حس وحشتناکی داشتم. اصلا باورم نمیشد. عکس شو بود. کارت میزدی خونم در نمیومد. یعنی از دست هیروسکه عصبانی بودم؟ شایدم از دست شو. شایدم از دست خودم ناراحت بودم که انقدر شوکه شدم. با این حال
چیزی که از همه بیشتر اذیتم میکرد این فکر بود که یه دوست راه دادم به زندگی، کسی که به خاطر دوستی عکسشو تو روزنامه ها انداخته بودن. دیروز که به تو گفته بود اصلا فکرشم نمی کردم. منو بزن. تموم شد. واقعا متاسفم. رفیق بدی هستم. الان اینم درستش میکنم. سلام. چه غلطی کردی ها؟ بهت گفتم نزار جون این قضیه رو بفهمن. دوستم دوستم با یه دختر دوست ازدواج نکنه. چه خبر شده؟ بس دیگه هیروسکه. سوتا سوتا بیا سوتا. چه خبر شده؟ هیروسکه چی کار میکنه؟ بس دیگه گفتم بس کن. همینطور که شوکیچی گفت تو اشتباه کردی هیروسکه، دلیلی نداشت به جون بگی. بالاخره که یه روزی میفهمید اگه قرار ازدواج کنن باید این موضوع رو بدونه. وایسا اگه نمیتونه حقیقتو بپذیره ازدواج نکنن بهتره. اینکه تو هیچ سرت نمیشه احمق. وقتی سنت بالا میره اشتباهاتی میکنی که هیچ جوری نمیشه جبران کرد. راست میگه. منم یه اشتباهاتی تو گذشتم کردم که الانم دلم نمیخواد به یاد بیارم. دقیقا. حتی سوتا هم قبلا پاش به کلانتری باز شده. درسته؟ ولی باز هم وقتی اونجوری رازای بقیه رو فاش میکنی فقط اون شخص رو بدبخت کردی. درسته؟ میدونی علیکی اسمشو نذاشتن راز. خواهر مثلا پدر و مادر هیچ وقت نمیدونستن که من به خاطر خرج درس خوندن پیش خدمت بودم. درسته؟ تو اصلا نمیدونی چقدر سخته که گرسنه سرت رو بالش بذاری. یه لحظه تو از دستش در اما نیستی. وقتی بفهمی که
خواهرت کلفتی مردمو کرده. نه چی داری میگی؟ هر کسی یه سری اشتباهات کرده که دلش نمیخواد بقیه بدونن. خیلی احمقی. حرفتو فهمیدیم، نمیخواد بگی. هی آروم باش. هر اتفاقی هم که افتاده باشه مربوط به گذشته بوده، ولی برای جون قضیه فرق میکنه. آخرای شب بود که سوتا اومد دنبالم. هیچی از این قضیه بهت نگفته بود؟ برای منم همین اتفاق افتاد. آره، اصلا منظورم شو نیست، درباره زن خودمه. اول اونم وقتی دور از اینجا بوده خیلی بدبختی ها کشیده. بله، ولی قضیه که تو خیلی با اون فرق داره. همسر من سابقه دار نبود، اون دختر نمیدونه که تو از همه چی خبر داری. اون بهت ایمان داره، نمیدونه تو خبر داری. اون نمیدونه که از گذشتش چیا میدونی. پس بذار همچنان بهت ایمان داشته باشه. تظاهر کن که هیچی نمیدونی. نباید بهش اشاره‌ای بکنی. داشتم به حرفای سوتا فکر میکردم، ولی اصلا اعتماد به نفس کافی نداشتم. الو، منم. سال نو مبارک. سال نو تو هم مبارک. حالت خوبه؟ تو چطوری؟ امشب شب خیلی بدی دارم. تو چی؟ منو میبخشی چون
تبریک میگم. یعنی برام خوشحالی؟ یه کمی ناراحتم. میدونم خوشبخت میشی. همچنان شورو می دیدم. با این حال هنوز نمی تونستم خودمو از شر فکری که داشتم رها کنم. این که یه دوسته. تو توکیو؟ آره. یه نونوایی. نونوایی؟ فقط همین؟ خب فقط یه جا بود. اتفاقی برات نیافتاد؟ آخه چرا از این سوالا میکنی؟ نونوایی پول خوبی بهت میداد؟ معلومی که نه. شاید منتظر بودم که اون خودش به گذشتش اعتراف کنه، ولی مونده بودم که اگه مجبورش کنم حرفی بزنه رابطه ما به پایان میرسه یا نه. اینجا بوی بد نمیاد؟ اینجا همیشه بوی بد میاد. منظورم اون نبود که. لعنتی، از پشت ماشین داره دود میاد. زباله ها آتیش گرفته. ماشین رو نگه دار، اون گوشه پارک کن. نه، کامیون آتیش میگیره. زنگ بزن بگو ما خودمون به اداره آتیش نشانی میرسونیم. الو، قرارگاه، اینجا خودرو شماره 2ه. زباله ها آتیش گرفته. ما داریم خودمون رو به آتش نشانی میرسونیم. دریافت شد. الان کجایی؟ ما الان تو تقاطع روکوکو هستیم. داریم میریم سمت نونوروه. یه کامیون در بزرگ 38 کمک لازم داره. عجله کنید. برامون مشکلی پیش نمیاد؟ بنزین آتیش نگیره. حریق به خاطر این بود که کپسول گاز کنار زباله‌ها بود و آتیش گرفته بود. با یه چیز اشتعال‌زا آتیش گرفته بود. هر کی اون مواد رو بدون حفاظ گذاشته مطمئناً هیچ حس مسئولیتی نداشته. این حادثه حاصل اشتباه وحشتناکی بود. بعد از اون باید جواب پلیس رو میدادیم. با این حال هیچ کدوممون جواب قطعی نداشتیم که کجا سیلندر گازو
جمع آوری کردیم. هی کارچی، خبرو شنیدم شوکه شدم. چیزی که نشده. بیا اینو برات آوردم، به دستم خسته میای. حالت خوبه؟ گراش با نگرانت شدم. یه بار وقتی مشغول کار بودیم ساختمون کناری بون آتیش گیره، اونا کلی خرت و پرت تو انبارشون داشتن. شعله های آتیش دقیقا مثل انفجار بود. چیزی هم گم شد؟ نمیدونم چطور. مگه وسایل گرون قیمتشون؟ خب دیگه اونشو نمیدونم. بیا بریم. در حالی که عصبانی بودم ازش جدا شدم. نمیدونستم که این یعنی پایان رابطه ی ما دوتا. اینجا منزل آقای کوریتاست؟ بله. هوتارو جان اومده اینجا درسته؟ اون الان تو نیمروه خانم. اون گفته میخواد یه سر بیاد اینجا. الان میام پایین. یه لحظه وایسین. شما کی هستین؟ من سرپرستار هستم. یه موقعی سرپرست هوتارو بودم. آه خدای من. من خیلی اینجا نمیمونم. لطفا خودتونو به درد سر نندازید. چیزی نیست که، فقط چاییه دیگه. گفتین اون الان تو نیمروه. شماره تماسی دارین؟ از کارت تبریکی که سالون فرستاده بود. خودش بفهمید. متشکرم. ببینم نقشه میگه که اوچیشی یکم دورتر از نیم و روبه. انگار یه کلینیک
کوچیک و دور افتاده است. بفرمایید. یکم میخورم. آه، چیز قابل داری نیست. یکم عصرونه دارم. ببخشین دیر خودم معرفی میکنم. اسم من کروکی آقا. خانم کروکی. من دوست هوتارو هم. وقتی دربارش شنیدم اومدم دنبالش. آه، این همه راه تا اینجا اومدین؟ بارش برف خیلی سنگینه. باید خیلی اذیت شده باشین. فکر کنم از چیزی خبر نداری. بله. از چی؟ ببینیم اون دختر تقریبا یه ساله که به دیدنم نیومده. از پسرتونم نشنیدیم؟ مگه چیزی شده؟ خیلی مطمئن نیستم که چطور باید بهتون بگم. تازه شنیدنش برای شما نباید خوب باشه. یوجی دیگه با هوتارا نیست. الان هوتارا تو اجیشی تنهاست. اما ازدواج اونا به هم خورد. ازدواجشون با هم. اما یه لحظه صبر کنه. وقتی هوتارا فقط یه دانشجو بود به عنوان انتر به بیمارستان اومد. اون خیلی به من وابسته بود. از همسر آیندهش به هم میگفت. تقریبا مثل خواهر بزرگترش بودم. یه وقتایی با هم شام میخوردیم. از آیندهش و کاری که میخواست بکنه میگفت. پس یعنی هوتارا به خاطر یوجی؟ اصلا نمیدونم که دلیلش چی بوده. شاید نمیخواستی شما ناراحت بشین. میدونستم که دختر خیلی تو داریه، ولی بازم دلم نمیخواست تنهایی بکشه. وقتی موضوع فهمیدم گفتم اون حق داره که شما رو در کنارش داشته باشه. واقعا متاسفم که همچین چیزی رو منظورم این نبود کسی رو سرزنش کنم. شاید من اشتباه کرده باشم، ولی حالا که جاشو میدونم خیالم راحت شد. آه.
ممنون که ازم پذیرایی کردین. دیگه باید برم. خوشحال شدم آقای گروه، مزاحمتون شدم. بازم عذر میخوام، منو ببخشی. تا ایستگاه اتوبوس میرسونم تو. ذهنم اصلا کار نمیکنه، اصلا نمیدونم چی باید بگم. میدونید من از زنم طلاق گرفتم. اون از دنیا رفته. با استفاده از قابلیت هم به عنوان یه مرد تنهایی بزرگش کردم. شاید بهترین پدر دنیا نبودم، ولی خب جوری بزرگ شد که همیشه سخت‌کوش بود. واقعا دختر خوب و بی‌ریا و مهربونی بود. بله، ولی نمیفهمم چرا همه چیزو به من نگفت. چرا؟ دست خودم نیست. به خاطرش احساس مسئولیت میکنم. من مقصرم. میشه بهم کمکی کنی؟ لطفاً به هودا رو زنگ بزنین، بهش بگین هرگز تنهاش نمیذارین. خولم. تنهایی باهاش صحبت کنین. شده. داشتم می اومدم خونتون که یه افتادم تو چونه. یه لحظه وایسا، الان میام.
حالت خوبه؟ برو تو. بشی بشی، نباید نگران باشی. خب میتونیم از یکی بخوایم ماشین رو باکسلش کنه. ببخشید فعلا فقط همینو دارم. عیبی نداره، الان اشتها ندارم. آره من هم همینطور. چیزی شده؟ امروز به نظر خوب نمیای. مهم نیست. خوبه. آخه منم مشکلاتی داشتم. اون برای نگاه کن، اگه اوضاع بهتر نشه نمیتونی برگردی. پدر جان. ها میشه ازتون کمک بخوام؟ لطفا هر چی هست بگو. اتفاقی افتاده؟ نباید درباره حرف بزنی؟ نه دخترم رو یادت میاد؟ قضیه اونه. ازدواجش. شنیدم که به هم خورده. الان توی نیمه رو زندگی میکنه. با این که میدونستم رفته اونجا، اصلا انتظارش نداشتم اینو بشنوم. فکر میکردم داره ازدواج میکنه. ظاهران جون قضیه رو میدونسته. سرای بیچاره چرا به من نگفت؟ پدر صبح روز بعد اومد پیش من. چی شده؟ تو همه چیزو درباره هوتار رو میدونستی. بس چرا زودتر بهم نگفتی؟ از کجا فهمیدین؟ دیروز دوست هوتارا اومد منو ببینه.
بدون اینکه خبر داشته باشم آدرس اوتارو رو داد. جون من دارم به اوچشی میرم، تو هم با من میایی بریم؟ وقتی هوتارا رو ببینم چی بهش بگم؟ فکر کنم بهتره نرم به دیدنش. حالت خوبه؟ میبینی که خوبم، هرچی نباشه دارم تو آرامش زندگی میکنم. پدر موضوع تو رو فهمیده؟ آره انگار. تو از کجا فهمیدی؟ دیروز دوستم با من تماس گرفت، اومد و پدر رو دیده. نه همه چی خوب پیش میره؟ آره اینجا خیلی خوبه. میخوای برای همیشه بمونی؟ من هر روز آشپزی میکنم. دلت خوشه؟ درسته، راحتم. حالا برنامه چیه؟ اصلا نمیدونم از کجا باید بدونم. تو زن قوی هستی. معلومه. حتی خودم هم تعجب میکنم.
حتی یه ذره هم نگران آینده نیستی؟ یعنی نمیخوای ازدواج کنی؟ الان میدونم که فقط نیاز به آرامش روحی دارم. خب در هر حال در آینده با یکی ازدواج میکنه. ولی میدونم که دیگه اتفاقی که افتاد تکرار نمیشه. مطمئنی؟ فکر میکنم کاملا مطمئنم. راستش من میدونم چه اتفاقی میفته. تنهایی چی کار میکنی؟ چرا اینقدر از ما دور شدی؟ راستش خودم هم موندم. الان هیچی نمیدونم. هوتارو میشه یه چیزی ازت بپرسم؟ پدر همین طرف هاست.